بسم الله الرحمن الرحیم. امروز در مورد تجربه ژاپن در اینترنت کودک و نوجوان با شما صحبت میکنیم. خب ژاپن یکی از کشورهای پیشرفته است که هم به خاطر نرخ نفوذ اینترنت در این کشور، هم به خاطر دیوایس های دیجیتالی که در دست افراد مختلف، کودکان، نوجوانان، بزرگسالان این کشور هست، جزء کشورهای پیشرو و فناوری زده محسوب میشه. همین هم شده یک مشکل. پدر و مادرای ژاپنی به وزارت آموزش پرورش این کشور نامه زدن که کودکان ما اختلال خواب، اختلال در تحصیل و اختلال در تغذیه گرفتن و شما به عنوان مسئول کودک و نوجوان موظف به رفع مشکلات اونها هستید. همین مسئله باعث شد که در ژاپن اینترنت فاسین کمپس ها شروع به کار بکنه. کمپ های ترک اعتیاد اینترنتی. 518 هزار از نوجوانان ژاپنی وارد این کمپ ها شدن برای دیجیتال دیتاکس یا سمزدایی دیجیتال از بدنشون. اساس کار این کمپ ها این هست که با محدودیت و محرومیت از فناوری باعث این میشن که عادت دست به گوشی شدن در بین نوجوانان کاهش پیدا بکنه و گفتنی هست که در ژاپن این الگو یک الگوی میشه گفت که شرقی آسیایی هست. در چین هم تکرار شده. آموزش‌های نظامی، آموزش‌های رزمی، ورزش‌های سنگین و مسئولیت پذیری در زندگی شخصی و خانوادگی که افراد وقتی وارد این کمپ ها میشن، شهردار هر اتاق انتخاب میشه، چه پخت و پز، چه نظافت اتاق رو خود افراد بر عهده میگیرن تا وظایف روزمره خودشون رو به اجرا برسونن. اما جدای از کمپ های ترک اعتیاد، در ژاپن وقتی بررسی میکنیم میبینیم الگوهای خوبی در حوزه عملیاتی و اجرایی فناوری اطلاعات و زندگی دیجیتال ما مشاهده میکنیم. یکی از این الگوها بحث گلوبال اسکول هاوس هست که یک نهاد امریکایی هست، مخففش GSH. اساس کارش بر این هست که محیط زیست آنلاین رو گسترش بده، در بین نوجوانان و جوانان عادت زندگی دیجیتال رو نهادینه بکنه. یکی از کاراشون این هست میان و به هر فرد امکان داشتن یک روزنامه دیجیتال میدن. شما فکر کن سردبیر یک روزنامه دیجیتال هستی، خبرنگار یک روزنامه هستی و تولید محتوا کن. افراد تولید محتوای مؤثر و مفید رو در فضای مجازی یاد میگیرن، پروژه‌ای که با همکاری یک نهاد امریکایی به اجرا رسید. اما یکی دیگر از پروژه‌هایی که رد پای همکاری بین‌المللی هم درش دیده میشه و دانشگاه MIT و چند دانشگاه دیگه هم از روانشناسان و اساتید کامپیوتر درش حضور داشتن، پروژه پنگیا هست. پنگیا یک مؤسسه است که اساس کارش رو بر روی فهم مشترک نسبت به فرهنگ مردمان جهان قرار داده. کودک ژاپنی باید بشناسه فرهنگ‌های دیگر رو، دوست داشته باشه اونها رو و بتونه با اونها کار مشترک و زندگی مشترک بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه امروزه شرکت‌های چند ملیتی در جهان حضور دارن و دارن فعالیت میکنن. یک مدیر ژاپنی در یک شرکت چند ملیتی یا یک معاون و کارمند باید فهم مشترک نسبت به فرهنگ‌های دیگه داشته باشه. اومدن و پروژه پنگیا رو کلید زدن. همینطوری که زمین بازی هست و کودکان میرن در تاب و سرسره بالاخره استفاده میکنن، زمین بازی دیجیتال اونها میشه پروژه پنگیا. در این پروژه تصمیم میگیرن که با اینکه زبان همدیگر رو نمیدونن، استفاده بکنن از ایموجی ها و شکلک های مختلف. برای همین حدود 500 تا پیکتوگرام و تصویرنگاره طراحی شد توسط اساتید دانشگاه و 142 تا نرم افزار ترجمه خودکار به کار گرفته شد تا کودکانی که دوست دارند با یک کودک از نایروبی، از سئول، از کوچینگ مالزی، از وین اتریش با اونها صحبت بکنن، بتونن از این تصویرنگارها استفاده بکنن و نرم افزارهای ترجمه آنلاین هم به کمک اینها بیاد.
اما تجارب ژاپن جدای از این حوزه فرهنگ بین‌المللی که برای شما برشمردم، مثلا تجربه‌ای هم در حوزه مقابله با محتوای مستهجن داره. پروژه سیا یا سیفر اینترنت اسوسییشن مبتنی بر ایمن کردن محیط زیست آنلاین کودکان. اگر محتوایی توسط کاربران اطلاع داده بشه که این محتوا خطرناک هست و مضر هست برای کودک، ممکنه تشویقش به خودکشی باشه، قاچاق انسان باشه، تهیه اسلحه باشه، دانلود محتوای مستهجن باشه، سریعا دو پیام ارسال میشه توسط سیا، مؤسسه اینترنت امن، اولیش به پلیس و دومیش به هاستینگ برای حذف این محتوا از روی اینترنت. خیلی جدی و میدانی در پالایش محیط اینترنت فعال هستن. اما پروژه های دیگه هم هست، مثل سنجش سواد اینترنتی دانش آموزان که با همکاری یک نهاد بین المللی OECD به اجرا در اومده، که دانش آموزان چه مقدار از طول روز رو با اینترنت سپری میکنن، چه محتوایی رو دانلود میکنن، چه چیزهایی برای اونها جذاب هست و چه مقدار هم دست به تولید محتوا در محیط آنلاین میزن. همه اینها وقتی ما نگاه میکنیم سرجمع پروژه های کشور ژاپن، میبینیم که خیلی خیلی مبتنی بر مشارکت شهروندان در محیط زیست آنلاین هست و بالا بردن سواد مشارکت و فهم بین المللی اونها. تجربه ژاپن برگرفته از کتاب سیاست‌ها و راهبردهای کودک و نوجوان در فضای مجازی هست که بنده توفیق داشتم مدیر این پژوهش باشم که در نمایشگاه بین المللی تلکام به دست وزیر ارتباطات رونمایی شد. انشاءالله که در کشورمون هم شاهد برنامه ها و اقدامات مؤثر در استفاده از فضای مجازی باشیم.